فَذْكُرُونِي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون پس به من باشید تا به یاد شما باشم مرا و مرا گویید بسم الله الرحمن الرحيم و بهین الحمد لله رب الْعَالَمِينَ والعاقبة المتقين والصلاة والسلام و على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش امیدوارم که الله متعال به ما توفیق بیشتری عنایت بکنه تا بیشتر بتونیم فهم درست و بینش صحیح در ارتباط با وظایف شرعی خودمون به دست بیاریم و ما توفیق بیشتری عنایت بکنه تا بتونیم در عرصه عبادت و اطاعت او پیشگام باشیم و از کوتاهی و لغزش محفوظ بمانیم در ارتباط با از کار و دعاهایی سخن میگفتیم که در مهوری ترین عبادت ما که نماز هست باید اونها رو به زبون بیاریم زمزمه کنیم و مفاهیم و معانی اونها رو در ذهن خودمون تداعی کنیم با تداعی کردن مفاهیم و معانی این اذکار و این دعاها مسیر زندگی برامون روشن میشه افکار و اندیشه توحیدی برامون احیاء میشه در ذهن ما زنده نگه داشته میشه و نور الهی و هدایت ربانی بر قلوب ما تافته میشه از کار استفتاح نماز و از کار و دعاهای داخل رکوع و بعد از رکوع رو در جلسات قبل بررسی کردیم که در این جلسه رسیدیم به ازکار و دعاهای سجده سجده یکی از ارکان نماز هست بلکه یکی از مهمترین ارکان نماز هست نماز ترکیبی از افعال و گفتاری هست که بیانگر عبودیت و اطاعت و فرمان برداری مطلق ما از رب زلجلال رو میکنه سجده موقعیتی هست که انسان با عمل کرد جسمی و با به زبان آوردن الفاظ عبادی بیشترین قرب به پروردگار متعال رو به دست میاره راه تقرب بهترین وسیله ای هست که به اون ما میتونیم متوسل بشیم بهترین ریسمانی هست که ما میتونیم بهش چنگ بزنیم و ارتباط خودمون رو با پروردگارمون تقویت بدیم و از سایه مرحمت و لطف او بهره بگیریم حضرت ابو هریره رضی الله عنه در روایتی که امام مسلم و ابو داود و بخاری و نسائی آوردن او میگن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرب ما یکون العبد من ربی عز و وهو و هو ساجد بیشترین یا نزدیکترین موقعیتی که بنده با پروردگار متعال داره نزدیکترین حالتی که بنده با پروردگار متعال داره اون در هنگام سجود هست فاکثر دعاء در این موقعیت بیشتر از هر چیزی در این وضعیت دعا کنید سجده هم یک وضعیتی هست از جسم هیچ ارتباطی نداره که بر خاک باشه یا بر سنگ باشه یا بر فرش باشه چرتی نیست اصلا ارتباطی به سجده نداره سجده ی حالتی هست یک حالتی هست از بدن پنج اندام در این حالت در پایین ترین موقعیت قرار میگیره. بالانتر... بالاترین قسمت اندام جسم سر هست که بر ترین موقعیت قرار میگیره یعنی سر بلند در مقابل الله فرود میاد بالاترین عضو و ارگان جسم بشر و با ارزشترین قسمت اون در مقابل الله متعال به زمین میفته و اظهار خشوع و خضوع و اطاعت و فرمان برداری رو میکنه در این میان پیشانی و بینی در این عمل کرد وضعیت سجده رو به خودشون میگیرن و دومین دو عضوی که در این عمل کرد عبادی مشارکت دارند دو تا دست است دو دست هم بر پایین ترین نقطه زمین سطح زمین قرار میگیرند و در مقابل الله متعال تسلیم میشن و سومین روکن دوزانو هست که باز هم برای پروردگار متعال به زمین میوفتن انسان به زانو میوفته به آخرین عضوش دو تا پا هست که با انگشتان به سمت قبله تسلیم امر الهی میشه پیشانی بینی دو دست و دوزانو و دو با در این حالت نزدیکترین موقعیتی هست که انسان در مقابل الله متعال قرار میگیره کل اطراف بدن او در پایین ترین سطح موقعیت قرار میگیره گفتم که هیچ ارتباطی نداره که این روی خاک باشه یا سنگ باشه یا چوب باشه این یک هیئت هست یک شکل هست و مشارکت پنج موقعیت پیشانی بینی دو دست دو زانو دو پا همسست در پایین موقعیت متوجه به الله شدن شرط این عمل کرده عبادی هست مگر, مگر کسی معذور باشه با مریضی یا با مشکل دیگری نتونه این هیئت یا این شکل رو حفظ بکنه ولی شکل حقیقی سجده این هست این بهترین موقعیت و نزدیکترین وقت هست که انسان با رب خودش با پروردگار خودش مناجات میکنه از کاری که در ارتباط با این وضعیت یا در سجده برای اون اومده متعدد هستند یکی از اینها روایتی از کدت عبدالله ابن عباس میگن که به تو عند خالتی میمونه من در منزل ام المؤمنین میمونه که خاله عزت ع... ابن عباس بود میمونه دختر اموی پیانبر صلی اللہ علیه و وسلم بود و خاله عبدالله ابن عباس بود دختر عباس ابن عبدالمطلب بود و یکی از موقعیت هایی که فراهم شد برای حضرت عبدالله ابن عباس این بود که خاله ایشون نزد در, خان خانه, خانه پیامبر بود و خیلی موارد در خانه پیامبر صلی الله علیه و ایشون می خوابید در سن اه... کودکی که در واقع کودک اگرچه کودک بود پنج سال شش سال هفت سال در این حدود بود ولی در این حال ادراکش هم بالا بود از اوائل رشد تربیت خودش رو در خونه پیامبر به دست آورد عبدالحیم عباس و بن زبیر این دو نفر در واقع همسن و سال بودن و در خانه پیامبر به خاطر وجود خاله هر دوشون یعنی حضرت آیش خاله عبدالله ابن زبیر بود و میمونه خاله حضرت عبدالله بن عباس بود فرصت فراگیری کردار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و و استفاده و بهرهجویی از سیرت نبی صلی الله علیه و برای این دو نفر بیش از بقیه فراهم بود. شون میگه که من در منزل خاله خودم در خانه خاله خودم بودم که پیامبر صلی الله علیه و اون شب در نوبتشون در این اتاق بود فانتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم من اللیل شب پیامبر صلی الله علیه و از خواب بلند شدند ثم بعد از این در روایت میگه که بلند شدن شروع کردن نماز خوندن و در حدیث طولانی هست میگه بعد رکوع کردن بعد شنیدم که در رکوع خودشون میگفتن سبحان ربی العظیم بعد از این گفتن ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء بعد از این سرشون از رکوع بالا آوردن و حمد الله متعال رو گفتن با با کسرت ثم سجده بعد از این سجده کردن فکان یقول فی سجوده در سجده خودشون میگفتن سبحان ربی الاعلا پاک پروردگار من که بلند مرتبه است ثم رفع راسه بعد از این از سجده سرشون بلند کردن فکان یقول بین سجدتین در بین دو سجده هم میگفتن رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وهدني پروردگار ما رو بیامرز مرحمتم کن و من رو به سمت سوی حق و حقیقت رهنمود کن یا جبران نقص و کمی و ضعف من رو بکن ورفعنی و بلند کن مقام منو و من و ورزقنی و به من عطا کن از رزق خودت انواع مختلف و وحدنی من رو هدایت کن این دعا رو انشاءالله به طور تفصیلی در ادامه بحث خودمون انشالله بهش خواهیم پرداخت اما اون که در این حدیث مدنظرمون هست سبحان ربی الاعلا هست که در بعضی از روایت ها سبحان ربی الاعلا و به همدیه اومده که در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تناسبش با سجده اینجاست که ما در ادنا ترین موقعیت قرار میگیریم و علوب پروردگار رو اظهار میکنیم و سبحان ربی العظیم یعنی اینکه ما در حال خشوع قرار میگیریم و عظمت الله متعال رو اعتراف میکنیم علوب مقامی در حالت پایین بودن و دونو یا پایین ترین سطح قرار گرفتن مهمترین ارکان بدن انسان در سجده و عظمت الله رو به زبان آوردن در هنگام به کرنش افتادن در مقابل او و اظهار تسلیم شدن و اظهار خاشع بودن در مقابل امر او هر کدوم از این دو تسبیح چه سبحان ربی الاعلی باشه چه سبحان ربی العظیم باشه به طور طبیعی مستلزماتی داره وقتی که اولو والله متعال رو به زبون میاریم و میگیم اعلا و برتر او هست یعنی خودمون رو هیچ میدونیم مقام خودمون رو قدرت خودمون رو نام و نشان خودمون رو حیثیت خودمون میدونیم که هرچی از مقام و حیثیت و برتری داریم در واقع از او داریم از هیچ آفریده شدیم او ما رو آفرید اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. و جعل لكم السمع والابصار والافئده شما رو آفرید متولد کرد از شکمه های مادراتون در حالی که هیچ آگاهی نداشتید هیچ چیزی او در درون شما قریزه ای نهاد که به مجرد متولد شدن مکیدن پستان مادر برای تغذیه رو بتونید عملی کنید در اونجا امکانات آموزشی براتون نیست که مادر بتون بگه ای پسرم ای دخترم به این صورت بمک تا شیر داخل دهنت بیاد و شیر رو هم به این صورت قورت بده تا بره داخل معده و به میدم بگه که این رو جذب کن و بقیه اندام برسو قبل از این همین بدن همین انسان همین جنین در شکم مادر بود و از راه دیگری از راه بند ناف تغذیه می کرد و اکسیژن رو هم به همین صورت از مسیر خاصی اخذ می کرد به مجرد اینکه متولد شد خود به خود ناخداگاه جذب همون انرژی یا همون امکانات یا همون تغذیه از طریق دستگاه گوارش داره عملی میکنه و هیچ راهی برای آموزش نیست اون الله متعال در درون این مخلوق نهاد که مجرد متولد شدن مکیدن رو یاد بگیره یاد داشته باشه و به همین صورت معده اون به کار بیفته و این شیر تغذیه شده رو تفکیک کنه هضم بکنه و به اعضای مختلف بدن بفرسته چیزی رو که آموزش بده نه پدر نه مادر و نه هیچ اهدی نه هیچ دانشمندی اون رب زلجلال بود که در درون این امر رو گذاشت وقتی که میگیم سبحان ربی الاعلا در واقع حیثیت خودمون رو اظهار میکنیم که تو برتر هستی هر چی ما داریم از خوبی ها هر چی داریم از برتری ها هر چی داریم از مقام ها هر چی داریم از موقعیت ها از تو هست و باز هم به تو بر میگردیم و همه چیز هم در ملک تو هست تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته